آوازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. احتمال خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت تامین نشدن منافع افغانستان در توافقنامه امنیتی. آغاز بررسی ها در مورد تابعیت دوگانه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و سپردن کار استخراج چاهای حوزه افغان تاجک و سکتور خصوصی. بنام خدایی که مهربان، با عرض سلام امروز شنبه 16 ماه میزان سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه اکتبر سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید اگر توافقنامه در راست مدت برای ما مفید نباشد، آمریکایی ها میتوانند افغانستان را ترک کنند. رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که افغانستان و آمریکا باید در سند امنیتی منافع مشترکشان را به گونه روشن و مساوی ببینند. رئیس جمهور کرزی بار دیگر از آمریکا میخواهد که مبارزه با تروریسم را در خاستگاه‌های اصلی هوس افغانی آغاز کند، نه بر روستاهای افغانستان. شرح بیشتر این گزارش از ظاهر قادری. چانزنی در مورد توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در این روزها به بحث‌های داغ مقامات ارشد افغان و آمریکایی بدل شده است. کاخ نشینان کابل ظاهراً در تلاش منافع افغان‌ها در این سندند. از سوی دیگر مقامات آمریکایی عجله دارند تا این سند به زودی امضا شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با شبکه بی بی سی بار دیگر تاکید کرده است که باید منافع افغان‌ها در سند امنیتی در نظر گرفته شود. اگر این توافقنامه در دراز مدت برای ما مفید نباشد، آمریکایی ها می توانند افغانستان را ترک کنند. این سند باید برای اهداف و منافع افغانستان مناسب باشد. اگر به حال ما مناسب نباشد و اگر به حال آنها هم مناسب نباشد، طبیعتاً هر کدام از طرفین راه جداگانه خود را پیش خواهد گرفت. نگرانی از گسترش ناامنی مورد دیگری است که آقای کرزی ابراز می کند. این مقام نخست افغان می گوید از اوضاع امنیتی افغانستان خوشبین نیست. در عرصه امنیت عمل کردن ناتو باعث رنج افغانستان شد، جانهای بسیاری گرفته شد و هیچ پیشرفت به دست نیامد و افغانستان امنیت ندارد. من خوشنود نیستم که بگویم امنیت نسبی داریم. این چیزی نیست که به دنبال آن باشیم. آنچه ما میخواستیم امنیت کامل و جنگ مشخص و واضح بر ضد تروریسم بود. نگرانی از گسترش فساد مورد دیگری بود که آقای کرزی بر آن اشاره کرد. کشورهای کمک کننده همواره مشکل فساد را ضعف نظام حکومتی افغانستان عنوان کردند. اما رئیس جمهور افغانستان بار دیگر یادآور می شود که عامل عمده پدیده فساد خارجی ها هند. حکومت ما ضعیف است و در مقایسه با دیگر حکومت ها نامؤثر. ما تازه شروع به کار کرده ایم، اما فساد بزرگ، فسادهای صدها میلیون دلاری کار افغان ها نبود. حالا همه این موضوع را می دانند. این فساد خارجی ها بود. قراردادهای اصلی و قراردادهای فرعی، قراردادهای کورکورانه که به مردم افغانستان داده شد و پولی که به هر طرف پخش شد که وفاداری خریده شود. پولی که به هر طرف پخش شد که تسلیمی مقامات حکومت افغانستان را در سیاست ها و طرح ها خریده شود که مردم افغانستان با آن موافق نیستند. اینها بخش اصلی فساد بود. با این حال محافل سیاسی افغان باور دارند که فساد اداری پس از ناامنی و مواد مخدر سومین چالش افغانستان است و نیاز است با آن مبارزه مشترک ملی و بین المللی صورت گیرد. در این حال وزارت خارجه آمریکا از پیشرفت ها برای امضای سند امنیتی به افغانستان خبر می دهد. یکی از سخنگویان این وزارت می گوید کابل و واشنگتن در مورد امضای این سند پیشرفت کردند. با این حال رئیس جمهور افغانستان مسئله توافقنامه امنیتی با آمریکا را قرار است یک ماه آینده در لویه جرگه به بحث بگیرد. فراخوانی لویه جرگه از سوی آقای کرزی واکنش های مثبت و منفی را در سنای افغانستان برانگیخته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نصرت پارسا. روشن شدن منافع افغانستان و آمریکا در توافقنامه امنیتی هنوز هم به بحث داغ کابل و واشنگتن قرار دارد. اما وزارت خارجه آمریکا خبر می‌دهد که
دو طرف در مورد امضای زود هنگام این سند پیشرفت‌های خوبی کردند. کار برای نهایی ساختن توافقنامه امنیتی دو جانبه با افغان‌ها ادامه دارد. باور دارم که بعد چندین دلیل مهم است تا این توافقنامه به زودی نهایی شود. یکی از این دلایل این است که برنامه نیروهای ناتو آمریکا باید عملی شود. در افزایش توانایی‌های قوای امنیتی افغان هم خیلی پیشرفت شده است. اما افغان‌ها با حمایت جامعه جهانی برای ساختن نیروی امنیتی که کشور و مردم افغانستان را محافظت کند نیاز دارند. رئیس جمهور کرزی با تازگی گفته است برای بحث روی امضای این سند قرار است تا یک ماه دیگر لوی جرگه را فرا خواند. لوی جرگه که قرار است رئیس جمهور کرزی در آن پس از ابراز دیدگاه های مردم در مورد امضای این سند تصمیم بگیرد. در مجلس سنای افغانستان شمار زیادی از سناتوران از برگزاری این لوی جرگه استقبال کردند و آن را در شرایط کنونی یک نیاز می دانند. ما فکر می کنم تا که افغانستان به قوت یا قدرت نظامی و اقتصادی تبدیل می شه امضای از این پیمان به نفع مردم افغانستان است. من تا حمایت می کنیم از این لوی جرگه. گرچه بعض حلقات نامطلوب و عناصر نامطلوب وجود داره که سنگ اندازی می اندازن که تا لوی جرگه دایر نشه، ولی این لوی جرگه به نفع مردم افغانستان است. از ضرورت زمان است، باید حکومت افغانستان یک توافقات امنیتی را با ایالات متحده امریکا داشته باشند. چی از طریق لوی جرگه، چی از طریق مسئولیت شخص رئیس جمهور، اگر به امضا برسه ای به نفع کشور افغانستان است و شرایط امی چیز را امروز اقتضا میکنه و ما از برای اندازی لوی جرگه در طول یک ماه دیگر کاملا حمایت خود اعلام میکنیم. در درون این مجلس شمار دیگر از سناتوران فراخانی لوی جرگه در حالت کنونی را خلاف قانون اساسی می دانند. لوی جرگه که در قانون اساسی پیشبینی شده است و شرایطش فعلا موجود نیست، اما لوی جرگه هایی که به عنوان لوی جرگه عنانوی دایر می شود فعلا ضرورت یه زو قدر احساس نمی شود، در صورتی که شورای ملی فعال می باشد. بنابراین رئیس جمهور اگر لطف کند اما متن اون پیمانه و شورای ملی روان بکند، از این مصرف گزافه که بالای لوی جرگه می شود امیر روی تامین موضوعات امنیتی در ولایت باید مصرف کنند، این کار خوب خواهد شد. رئیس جمهور کرزی با تازگی گفته است که تا حال افغانستان و امریکا بر سر تعریف تجاوز بر افغانستان به تفاهم نرسیدند. ظاهرا کابل می خواهد واشنگتن را قانع سازد تا ورود شورشیان و انتحار کننده ها به افغانستان را به عنوان تجاوز بر افغانستان قبول کرده و امریکا بپذیرد که در صورت هر نوع تجاوز افغانستان را یاری میرساند. عبدالرشید دوستم با عذرخواهی از مردم افغانستان در تمثیل عدالت انتقالی پیش قدم شد. برخی آگاهان عذرخواهی آقای دوستم را یک گام نیک خوانده میگویند این عذرخواهی میتواند به نحو قربانیان سده های گذشته را مرهم گذاری کند. این آگاهان از دیگر چهره هایی که در جنگ های داخلی سهیم بودند میخواهند تا مانند دوستم به سوی عدالت انتقالی گام گذارند. باز هم نصرت پارسا این گزارش را تهیه کرد. برای نخستین بار یکی از چهره هایی که در جنگ های داخلی سهیم بود از مردم افغانستان پوزش خواست. آقای دوستم در یک بیانیه از کسانی که در دو طرف جنگ ها در گذشته آسیب دیدند معذرت خواست و گفت هیچ قومی در افغانستان از آسیب های ناشی از جنگ های داخلی مسئول نمانده و همه اقوام در این کشور رنج دیدند. دوستم در این بیانیه از دیگر چهره های دخیل در جنگ های داخلی نیز خواسته است برای بازگشایی صفحه جدید در تاریخ سیاسی افغانستان از آسیب دیده های جنگ های داخلی عذر بخواهند. این عذرخواهی دوستم با استقبال زیادی از سوی برخی تحلیلگران روبرو شده است. به باور برخی آگاهان عذرخواهی از عملکردهای گذشته نوع مرهم گذاری به قربانیان جنگ های داخلی است. اگر تمامی کسایی که دخیل بودند در این جنگ هایی که 30 سال افغانستان که باعث بربادی افغانستان شده و حداقل اون تو جهت پیدا بکنند که بیان پشت پرده تلویزیون بشینن و در قدر از مردم افغانستان عذرخواهی بکنن، علاوه از اینکه شخصیتشون پایین نمیاره بلکه شخصیتشون ده مرتبه بلند میبره برای اینکه شرایط جنگ سرد چنین بوده و اینا چنین کار را انجام داده. آگاهان عذرخواهی را یک جرأت اخلاقی خوانده میگویند باید دیگر چهره های دخیل در جنگ نیز این جرأت را به دست بیاورند. زما پنده یو خی اقدام ده، یو خ پایل ده، یو خ شروع ده، پدی چی یو چوک غواړي تر عمره پورې همغه بربادۍ ته لمن ووهي هغه یو بیل تاوان دی، او دا چې اوس پوهیږي او بیرته راګرځیږي د سولې پخلاینې او پرمختګ لاره غوره کوي، نو زه وایم چې ښه پیل دی.
این در حال است که جنگ‌های داخلی افغانستان در دهه 70 هجری خورشیدی منجر به کشته شدن هزارها غیر نظامی در افغانستان شد و نهادهای جهانی حقوق بشر شمار از رهبران و افراد دخیل در این جنگ‌ها را متهم به جنایت جنگی و نقض حقوق بشر کردند. ادامه خبرها از کشور. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و معاونینشان را بعد از مشخص شدن تابعیت به وزارت خارجه افغانستان می‌فرستد. از سوی دیگر مسئولان در این کمیسیون میگویند به زودی جایگزین 7 نماینده مجلس نمایندگان را که به منظور شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از سمت‌هایشان استعفا دادند و ورود جرگه معرفی می‌کنند. در همین حال زلمه خلیزات یکی از شخصیت‌های سیاسی از تلاش‌ها برای یکجا ساختن تیم‌های انتخاباتی که دارای طرز دید و تفکرات مشترک هستند خبر می‌دهد. عبدالوکیل نایبی گزارش می‌دهد. 7 تن از اعضای مجلس نمایندگان که به خاطر شرکت در کارزارهای انتخاباتی خود را برای احراز کرسی ریاست جمهوری و یا هم معاونیت آن در انتخابات سال آینده کاندید کردند، کرسی هایشان در ولسی جرگه خالی مانده است. 7 عضو مستعفی ولسی جرگه جایگزینشان مشخص شده و کمیسیون مستقل انتخابات انقریب فردا رسما به ولسی جرگه معرفی میکنه. کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون این افراد را از جمله شرکت کنندگان در انتخابات قبلی مجلس نمایندگان انتخاب کرده است که دارای بیشترین آرا میباشند ولی برنده نشده بودند. این افراد به اساس هر ولایت جایگزین نمایندگان مستعفی از مجلس نمایندگان میشوند. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات به هدف حصول اطمینان هویت فهرست نامهای نامزدان ریاست جمهوری و معاونینشان را به وزارت خارجه میفرستند. کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر اطمینان خود تصمیم گرفته که لیست کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و همچنان معاونینشان که در مجموع 81 نفر میشه با وزارت خارجه بفرسته تا و ایره بر ما اطمینان بدن که یا تابعیت کدام کشور دیگر ندارند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد با نشر اعلامیه گفته است به هدف داشتن یک تیم مؤثر با برنامه های منظم ملی و به هدف تضمین موفقیت یک افغانستان نیرومند تلاش میکند تا تیم های انتخاباتی را که با اهداف و برنامه های مشابه هستند یک جا بسازند. من با جمع از شخصیت های کشور و با همکاری مردم با تلاش های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد تا از این طریق راه برای استقرار یک اداره سالم که متعهد به تامین حاکمیت قانون، وحدت ملی و آوردن تغییرات مثبت در زندگی مردم و توجه به نیازمندی های نسل های موجود و آینده افغانستان هموار گردد. پس از بررسی های اسناد و مدارک و اعلام فهرست نهایی مشخص خواهد شد که از مجموع 27 نامزد احتمالی ریاست جمهوری چه تعدادی آنان می توانند برای رقابت در انتخابات سال آینده سهم بگیرند. شماره از کشورهای همسایه افغانستان ثبات در این کشور را ثبات در منطقه دانسته و برای تامین امنیت در افغانستان وعده همکاری می‌دهند. وزیر خارجه ایران آرزو دارد تا پس از 2014 امنیت افغانستان بهتر از اوضاع فعلی شود و همزمان مقامات تاجیکستان می‌گویند ثبات افغانستان با ثبات منطقه پیوند نزدیک دارد. شرح بیشتر در گزارشی از ناظر عظیم کریمی. در حالی که زمان برگزاری انتخابات در افغانستان و خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور نزدیک می شود، شماره از همسایه های دولت افغانستان بر اهمیت ثبات این کشور در منطقه تأکید کردند. جناب رحمان امام علی رئیس جمهوری تاجیکستان ثبات منطقه را به آرامی افغانستان همیشه نسبت می دهند و گفتند که صلح کامل برای افغانستان چون آب و هوا ضرور است و برای تاجیکستان خیلی و خیلی مهم است. وی همچنین می افزاید که صلح و ثبات در کشور به منزله آب و هوا برای مردم است. سفیر تاجیکستان گفت که دولتش به تمام وعده هایی که به افغانستان داده است عمل خواهد کرد و آماده است تا در تمام عرصه ها با کابل همکاری کند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری دارد که خروج نیروهای خارجی از این کشور آغاز برای آرامش بیشتر در افغانستان باشد نه دلیل برای برهم خوردن شرایط. امیدواریم که خروج نیروهای خارجی شروعی باشه برای آرامش بیشتر در افغانستان و نه دلیلی برای برهم خوردن شرایط. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره همه گونه کمک به افغانستان بکنه تا اینکه امنیت و آرامش و صلح و ثبات در افغانستان پایدار بشه. آقای ظریف افزوده که ایران آماده است برای برقراری امنیت،
صلح و ثبات در افغانستان از هر طریق کمک کند. همزمان با این دکتر محمد حسن شرق نخست وزیر پیشین افغانستان میگوید افغانها در آوردن ثبات برای کشورشان متحدند و همواره تلاش کردند تا ثبات در کشورشان تامین شود. اینا رای خود پیدا میکنه، حکومت مورد نظر خود پیدا میکنه، پس به استقلال و آزادی خود اینا میرسه. هر کس که هر چی میخواد بگه ان شاء الله پیش ما آینده از اینا روشن است. این در حال است که شهروندان افغان سه دهه جنگ و بی‌ثباتی در این کشور را تجربه دارند و بیشتر محافل سیاسی افغان میگویند تا زمانی که دست مداخله برخی از کشورهای همسایه از افغانستان برداشتن نشود، آمدن ثبات در این کشور خیال بیش نخواهد بود. نظیر عظیم کریمی، تلویزیون آریانا، واشنگتن دی سی. باز هم خوش آمدید. کار استخراج چاهای نفت افغان تاجیک در شمال افغانستان به دو شرکت عربی و ترکی و یک شرکت افغانی سپرده شد. جلیل احمد رئیس اداره پترولیم وزارت معادن میگوید این حوزه شامل 12 بلاک نفتی در ولایت های تخار، کندوز، بلخ و جوزجان است که در مرحله نخست کار بالای دو بلاک آن آغاز می شود. بر اساس تخمین وزارت معادن در این دو بلاک به مقدار 514 میلیون بشکه نفت خام و 91 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است. بشیر انصاری گزارش می‌دهد. استخراج حوزه نفتی امو افغان تاجک در شمال از سوی وزارت معادن به سه شرکت خصوصی واگذار شد. مسئولان در وزارت معادن میگویند این حوزه نفتی که بیشتر در ولایات تخار، قندوز، بلخ و ولایت جوزجان موقعیت دارد، دارای 12 بلاک نفتی بوده که تنها دو بلاک آن به شرکت نفتی عربی دراگن، شرکت ترکیه ترکش پترولیم و شرکت داخلی غزنفر گروپ در شهر مزار شریف سپرده می شود. جلیل احمد جمرانی رئیس اداره پترولیم وزارت معادن افغانستان می گوید در دو بلاک این حوزه به مقدار 514 میلیون بیرل نفت خام و 91 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود می باشد. در 5 سال اول روی استخراج دو بلاک نفتی افغان تاجک 1.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود. در شروع شاید 1.6 میلیارد دلار در 5 سال اول باید این کمپانی در اینجا سرمایه گذاری کنه و در 25 سال اینا باید 12 میلیارد دلار در این ساحه سرمایه گذاری کنه. Today we are signing contract. امروز قرارداد دو بلاک صندوقلی و بلاک مزار شریف به ما سپرده می شود. ما در تعهد خود در استخراج این بلاک ها عمل می کنیم. مدت قرارداد 32 سال خواهد بود. در این پروژه سرمایه گذاری ابتدایی 150 میلیون دلار و بعد از اینکه انشاءالله نفت یا طلای سیاه به دست ما آمد میلیاردها دلار سرمایه گذاری می شود. عطا محمد نور ولی بلخ استخراج این حوزه را در رشد اقتصاد کشور مؤثر دانسته، از حکومت مرکزی خواست تا از عواید این حوزه در راستای بازسازی ولایت بلخ نیز استفاده کند. امیدوار هستیم از عواید اگرچه مربوط به همه مردم افغانستان است، یک گوشی یک فیصدی کمش در پروژه های بازسازی زیرساختی و زیربنایی به مردم ولایت بلخ تخصیص داده شود و از فصل باب رسمی و مشروع قانونی دولت با نظارت دولت مرکزی، شورای ولایتی و مردم ولایت بلخ به مصرف برسد تا برای رشد اقتصاد مردم نیز یک بهره درجات مثبت و خوب گرفته شود. پس از حوزه نفتی آمودریا این دومین حوزه نفتی است که به نام افغان تاجک از سوی وزارت معادن کشور به شرکت های خصوصی سپرده می شود. گفته نیست که با آغاز کار این پروژه نزدیک به 2000 تن به کار گماشته می شود. نخستین کارخانه تولیدی پنبه مصنوعی که از زباله های بوتل های آب معدنی و نوشابه ها در تولید آن استفاده می کند به هزینه 2 میلیون دلار در کابل به فعالیت آغاز کرد. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید در حال حاضر نزدیک به 300 نفر در این کارخانه مصروف کارند و تولیدات این کارخانه به 7 تن در روز می رسد. مسافر قوقندی گزارش می دهد. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا و انجمن صنایع افغانستان نخستین کارخانه تولید پنبه فایبری را امروز در کابل افتتاح کردند. رئیس آیسا میگوید مهمترین عنصر تولیدات داخلی همانا مواد خام است و مواد خام این کارخانه به گونه وافر در افغانستان وجود دارد. این بوتل‌های خالی از تمام کابل فعلا جمع‌آوری میشه و اینجا پروسس میشه و فابریکه به ارزش 2 میلیون دلار فعلا سرمایه ابتداییشان است
ماجی صاحب هم در صحبتهای خود گفتن که سرمایه را انشاءالله در آینده نزدیک بعد از این دیگه هم زیادتر میشه، تقریبا در حدود 300 نفر به طور مستقیم و میشه که بیش از 600-700 نفر به طور غیر مستقیم در این فابریکا مصروف کار هستن. همزمان با این رئیس این کارخانه میگوید تا دو ماه آینده رقم تولیدات این کارخانه را تا 3 برابر افزایش خواهد داد. در دو شب شپک سوا نفر مونگ دلته په کار باندې مونږ سره اخته دي او لږه چې وس مونږ په لال وټه نه لګیا دي روان دي. یو څه مشینری دي مونږ مطلب وس نه پاله دا پال کیږي په میاشت کې ان شاء الله دا مونږ شلټنو دلته کار کو شلټنه به دورز مونږ ته د ماده کوي جوړیږي. به این مسئولان میگن در حال حاضر فقط زباله‌های فایبری شهر کابل که همانا بوتل‌های خالی آب معدنی و نوشابه‌های غیر الکلی است روزانه به 100 تن می‌رسد که تاکنون این کالا به بیرون از افغانستان صادر می‌شد. مسئولان در وزارت تجارت و صنایع صادر شدن قالین افغانی تحت نام کشور پاکستان نگرانند. معین وزارت تجارت و صنایع با ابراز این مطلب میگوید که روی ایجاد فابریکه‌های شست و قیچی قالین افغانی، بازاریابی جهانی و صادر شدن قالین به نام صنعت افغانستان کار میکنند. نبود قرض برای صنعتکاران قالین، نبود زمین برای احداث کارخانه ها و عدم همکاری در ایجاد نمایندگی های فعال فروش و بازاریابی در اروپا و امریکا از جمله مشکلات بزرگ قالین بافان گفته می شود. مقام های وزارت تجارت و صنایع می گن که با وجود چالش ها برای رشد صنعت قالین افغانی برنامه های را روی دست دارند. وقتی که یک چیز در افغانستان تولید میشه و تاجرای ما شما بخواهی که او را صادر کنه و خارج، هیچ نوع تکس مالیه چیز از اون نگرفته میشه. یک حمایت هستن. شکایت صادر کننده های قالین چیز تازه‌ای نبوده و وعده های مقامات دولتی نیز از چندین سال است که تکرار میشود، اما نگرانی ها در حال افزایش. عصمت الله باتور رئیس اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانی میافزاید که صادرات قالین افغانی هر سال رو به کاهش است. در سال 90 اضافه تر از 500 هزار متر مربع قالین صادرات داشتیم و در سال 91 452 هزار متر مربع ما صادرات کرده بودیم. این در حالی است که سال گذشته شورای وزیران نیز روی حل مشکلات و ایجاد تسهیلات برای صنعت قالین فرمان صادر کرده، اما با گذشت 9 ماه از جمله 12 مشکل ذکر شده تا کنون یک مورد آن تطبیق شده و دیگران روی کاغذ باقی مانده است. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، یک یورو 77 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی. یک درهم امارات 500 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 90 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13. مزار شریف هم آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14. و جلال‌آباد هم آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13 درجه پیش‌بینی شده است. سپاس فراوان از همراهیتان به خبرهای این ساعت. شبتان خوش. خدا نگهدار. اخبار این ساعت از طرف